تاریخ 25 خرداد ماه سال جاری نیز 26 تن دیگر در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده است که همزمان با این اعدام‌ها محمود ذوقی دادستان مشهد نیز به اعدام‌های اعلام نشده بود دست جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد اذعان کرده و بدون اشاره به تعداد اعدام‌ها در دو سال و نیم اخیر در این زندان از بالا بودن اجرای حکم اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد سخن گفته است. بر اساس این گزارش 26 زندانی محکوم به اعدام در تاریخ 25 خرداد ماه سال 90 به صورت دست جمعی و اعلام نشده در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. اتهام اکثر اعدام شدگان مربوط به حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر بوده است. این اعدام‌ها برخلاف قوانین داخلی ایران بدون حضور و اطلاع وکلا و خانواده‌های اعدام شدگان اجرا شده است و برگه تاییدیه دیوان عالی به وکلا یا خود متهمان نیز ابلاغ نشده است. حتی خود متهمان نیز از تایید نهایی و تاریخ اعدامشان مطلع نبوده و تنها ساعتی قبل از اجرای حکم اعدام مطلع شدند. مجازات اشکان یسچی از بازداشت شدگان عاشورای 88 و اخراج وی از محل کار اجرا شد. به گزارش جرس، اشکان یسچی که حدود 5 هفته در بازداشت بند 240 زندان اوین و 2 هفته در بند قرنطینه اندرزگاه 7 آن زندان در بازداشت موقت و به 3 سال حبس محکوم شده بود، نهایتاً به 5 سال حبس تعلیقی محکوم گردید. وی همچنین توسط حراست از محل کار خود در شهرداری اخراج شده است. راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به اواخر ماه رمضان موکول شد. در حالی که رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی تاریخ راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و اتصال برق از این نیروگاه به شبکه سراسری را غیر قطعی اعلام کرده بود، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که برق تولیدی نیروگاه بوشهر اواخر ماه رمضان یعنی حدود 2 ماه دیگر وارد شبکه سراسری می شود. به گزارش ایسنا، بجز ایران، مقامات روسی به عنوان پیمانکار ساخت نیروگاه های اتمی بوشهر تا کنون چندین بار زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر را اعلام کردند، اما این نیروگاه هنوز وارد مرحله تولید برق اتمی نشده است. در ادامه، اقدام زودرس برای افتتاح منجر به انفجار پالایشگاه آبادان شد. سوال نماینده مردم سنقر، وزارت ارشاد برای توسعه فرهنگی چه کرده است؟ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت جشن خودکفایی با کسری بنزین معنا ندارد. و طرح سوال از احمدی نژاد با 100 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. کاتوزیان گفت اقدام زودرس برای افتتاح منجر به انفجار در پالایشگاه آبادان شد. راهیافته مردم تهران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به تشریح آخرین نتایج حاصله از بررسی‌های کمیسیون مطبوعش پیرامون این حادثه خبر داد. وی گفت مرکز پژوهش‌های مجلس و مجموعه‌های دیگر بر موضوع انفجار پالایشگاه آبادان مشغول بررسی هستند، اما برداشت ابتدایی کمیسیون انرژی درباره حادثه رخ داده این بود که اقدام زودرس برای افتتاح پروژه منجر به این حادثه شده است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس مشکلات فنی را عامل اصلی انفجار اخیر در پالایشگاه آبادان عنوان کرده. کاتوزیان تاکید کرده که مسئولیت این حادثه و تخلف انجام گرفته طبیعتاً بر عهده مدیریت پالایشگاه آبادان است. نماینده سنقر گفت وزارت ارشاد برای توسعه فرهنگی چه کرده است؟ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اظهار نارضایتی از عملی نشدن طرح توسعه عدالت فرهنگی در استان‌ها با وجود گذشت 2 سال از شروع این طرح تاکید کرد اگر وزارت ارشاد برنامه مدونی داشت با بودجه‌ای که برای این طرح پیش بینی شده بود می توانستیم شاهد حرکت‌های هر چند کوچک در این زمینه باشیم، اما بی برنامه‌ریزی این مرجع فرهنگی موجب شده است این طرح در حد شعار باقی بماند. صمد فدایی در گفتگو با خانه ملت طرح ایجاد 8 منطقه فرهنگی در کشور را در زمان مطرح شدن آن
نقطه امیدی در جهت شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های سینمایی در تمامی کشور عنوان کرد و گفت در ابتدای امر باید از شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران ارشد این وزارتخانه این سوال را پرسید که چه برنامه‌ای داشتید و با چه سیاستی حرکت کردید که امروز هیچ اثر عملی در خصوص این تحت در کشور دیده نمی‌شود. سید عماد حسینی در خصوص برگزاری جشن خودکفایی بنزین گفت برگزاری این جشن با کسری 25 میلیون لیتری بنزین معنا ندارد. سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتگو با ایلنا اظهار داشت در شرایط فعلی و با توجه به وضعیتی که چندی پیش در آبادان به وجود آمد، سطح تولید داخلی کمتر از سطح مصرف است و در حال حاضر 25 میلیون لیتر کسری بنزین داریم. حال اگر دولت جایی برای جبران آن دارد، ما بی اطلاعیم. وی سپس با یادآوری حادثه آبادان تاکید کرد واقعه آبادان تنها به خدشه‌دار شدن حیثیت کشورمان انجامید. لذا این بار باید با انجام کارهای کارشناسی دقیق از وقوع مجدد این حادثه جلوگیری کرد. علی مطهری گفته که طرح سوال از احمدی نژاد با 100 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته نامه سوال از رئیس جمهور با 100 امضا به آقای باهنر رئیس وقت جلسه علنی مجلس داده شد. وی افزود در این نامه 11 سوال مطرح شده، 3 سوال اقتصادی، 3 سوال درباره اجرای قانون و 3 سوال سیاسی و 2 سوال فرهنگی. از دیگر سو خبرگزاری مهر گزارش داده که محمد دهقان یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در این باره اظهار داشته است اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح سوال از رئیس جمهور را با توجه به اوضاع کشور به مصلحت ندانستند. یادآور می شود هرچند این نخستین بار است که طرح سوال از محمود احمدی نژاد تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است، اما موضوع سوال از رئیس دولت‌های نهم پس از آن تازگی ندارد و نخستین بار در شهریور 87 و به دنبال سخنان اسفندیار رحیم مشایی درباره دوستی با ملت اسرائیل، علی مطهری طرح سوال از رئیس جمهور را با 74 امضا مطرح کرده بود. همچنین در شهریور 88 و به دنبال بی‌اعتنایی محمود احمدی نژاد به حکم رهبری مبنی بر عزل اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولیه رئیس جمهور، برای دومین بار طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس مطرح شده بود. در حالی که طرح سوال از محمود احمدی نژاد با بیش از 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس هشتم شده، اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح این سوال را با توجه به اوضاع کشور به مصلحت ندانستند. در زمینه سیاست‌های اخیر مجلس هشتم در ارتباط با محمود احمدی نژاد و دولت دهم، با علی مزروعی نماینده مجلس ششم مصاحبه‌ای انجام داده ایم که می‌شنوید. آقای مزروعی، شما فکر می‌کنین با وجودی که در مجلس 100 امضا برای سوال از رئیس دولت جمع شد، ولی چرا نهایتاً هیئت رئیسه طرح سوال در جلسه علنی رو مصلحت ندونست؟ ببینید، ما بایستی نقش مجلس رو، اونم مجلس هشتم رو که بر پایه نظارت استصوابی به طور کامل شکل گرفته، در جغرافیای سیاسی فعلی ایران ببینید. الان در شرایطی که بین دولت و مجلس یک ناهمسازی بسیار آشکاری وجود داره، در واقع از یک طرف مجلس سعی میکنه از ابزارهای خودش برای کنترل رئیس جمهور استفاده کنه، از طرف دیگر هم رئیس جمهور سعی میکنه به هر حال نشون بده که اون قدرتش رو داره. تو این رفت و برگشت ها نگاه به قضیه یک نگاه مصلحتی است تا یک نگاه قانونی و مقتضای شرایط باشه. بنابراین من فکر میکنم این که مجلس افرادی درش هستن که اراده سوال از رئیس جمهور دارن درش شکی نیست، اما خب میبینید که هیئت رئیسه میگه به مصلحت نمیدونه، چون اون میخواد روابطش رو با دولت به هر حال تنظیم کنه. و در نهایت هم باید این ملاحظه رو داشت که مجلس نگاهش به بیرون از مجلس هست برای انجام کارش و به خصوص میخواد ببینه که آیا رهبری هم با انجام این کار موافقه یا نه. این که میبینید این تردیده هست برای اینکه اون علامتی که مجلس باید برای انجام این کار بگیره نگرفته و اینطور بلا تکلیف هست و بارها این بحث سوال مطرح شده اما به جایی هم نرسیده.
با وجود مخالفت جنجالی نماینده ها با رئیس دولت در جلسه هفته پیش رأی اعتماد به وزیر ورزش، دو روز پیش جلسه رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی خیلی سریع به نتیجه مثبت رسید. این تحول رو چطور تفسیر میکنین شما؟ ببینید، اون واکنشی که نمایندگان نسبت به وزیر ورزش و حضور رئیس جمهور در مجلس نشون دادن ناشی از اون نامه‌ای بود که قبلش احمدی نژاد به مجلس نوشته بود و به گونه‌ای مجلس رو مورد تهاجم و سوال قرار داده بود و تشکیل وزارت ورزش و جوانان رو اصلا غیر ضروری دونسته بود، با اینکه خب این مصوبه بود و قانونی شده بود. بنابراین اون عکس‌العمل به نظر من عمل طبیعی بود که انجام دادن. اما در مورد وزیر راه و شهرسازی، به نظر من عدم حضور احمدی نژاد اتفاقا باعث شد که این مسیر به راحتی طی بشه، ضمن اینکه نمایندگان نسبت به ادغام این دوتا وزارتخونه و وزیر هم خیلی موضعی از قبل نداشتن. آقای مزروی، شما به طور کلی آینده رابطه مجلس و دولت رو تو این دو سال باقی مونده تا پایان دوره آقای احمدی نژاد چجوری پیش بینی میکنین؟ والا این بستگی به رفتارهایی هست که در واقع انجام میشه، در به خصوص رفتاری که آقای احمدی نژاد از خودش نشون میده. برداشتی که الان برد میشه این که در حال رهبری و مجلس و نیروهای اصولگرایی که توی نهادهای مختلف هستن، بناشون برای این است که آقای احمدی نژاد رو در این دو سال آینده تحمل کنن، ولی یک آقای احمدی نژاد که هیچ قدرتی نداشته باشه. حالا اگر آقای احمدی نژاد اینو بپذیره میتونه ادامه کار بده، ولی اگر آقای احمدی نژاد بخواد باز با بحران آفرینی و اینکه نشون بده قدرت داره مسئله به وجود بیاره، این روابط دائما دچار تنش خواهد بود و ممکنه که در یک جایی هم منجر به برکناری آقای احمدی نژاد بشه. در هر حال این بستگی به شرایطی داره که پیش میاد. آقای مزروی، تو هفته‌های اخیر بعضی از محافظه‌کارا خواستار جلوگیری از ورود نماینده‌های متحد دولت به مجلس بعدی شدند. به عقیده شما این اظهارات رو چقدر باید جدی گرفت؟ به نظر من این اظهارات خیلی نمیشه جدی گرفت. اینا بیشتر ناشی از در واقع دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی است که در درون جناح حاکم به وجود اومده و من بر این نظر هستم که شرایط انتخاباتی که ما داریم به سمتش می‌ریم اصلا قابل پیش‌بینی نیست. اما با توجه به وضعیت سیاسی که الان ما باش مواجهیم، این دغدغه و نگرانی که نمایندگان دارن مطرح می‌کنن بیشتر مربوط به خودشون میشه تا دیگران. یعنی اونها نگران هستن که در یک شرایطی که به وجود میاد و ممکنه متفاوت از انتخابات مجلس هفتم و هشتم باشه، دیگه جایی برای اونها وجود نداشته باشه. من فکر نمونم اون بحثی که در واقع یاران احمدی نژاد میخوان مجلس رو قبضه کنن، اون اصلا خیلی دغدغه درستی باشه. برای اینکه برداشت من این هست که آقای احمدی نژاد اصلا یارانی به اون صورت نداره که بخوان مجلس رو دست بگیره. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما رو همراهی کردید. تا فردا شب، خدا یار و نگهدارت. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.